جناب استاد سیدی سلام، امیدوار هستم خوب باشین. تشکر از اینکه باز پاسخ به تلفن ما دادین. اجازه است یکی دو سوال از شما مطرح کنم در رابطه به قضایای روز؟ مهربانی کنین لطفا. اوکی، استاد سیدی دیپلمات ارشد پیشین افغانستان، مخصوصا شما که یک عمر در پاکستان به حیث دیپلمات کار کردین و تجارب کافی و شناخت دقیق از اونا دارین، در این روز دیده میشه که طالبان ظاهرا به دو گروه تقسیم شده و یک گروهشان که شامل آقای یعقوب جان پسر ملا عمر یعنی ملا یعقوب وزیر دفاع و آقای برادر ملا برادر است، گرایش یا تمایل به کشور هندستان نشان میتن. حتی دیداری که داشتن با هیئت عالی رتبه هند که به افغانستان آمد و دیدار با اونا داشت که یک تعداد از پرسنل جهت تعلیمات نظامی به هند میفرستن. ای چی را میرسان آقای سیدی و امیر نگفته نمونه که سوال طولانی نشه که دیروز وزارت خارجه رفتم این مسئله را از نت پرایس پرسیدم. من میخواستم طالب نظر شما بشوم چون شما در اونجا بودین در عمق قضایا هستین. طالبان دسته های مختلفی مخالفت های مختلفی بین خود به چندین دسته دارن، اما دو گروه از اونا مخالفتشان خیلی جدی است و در نظامی موجود که به افغانستان تسلط داره قوت هم دارن. یک گروهی کس که تحت رهبری ملا برادر، ملا یعقوب، عباس استانکزی و یک تعداد از وزیرا هست که اینها این گروه از پاکستان روزی نیستن، یعنی پسر ملا مد عمر یعقوب مجاهد به یه قیده است که قاتل پدرم پاکستان است، آیسا است و در ضمن ازی وقتی که حکومت ما سقوط کرده بی حرمتی را به پدرم آیسا پاکستان کرده و ملا برادر هم هیچ فراموش نکرده که با آیسای پاکستان ملای ویدلا را کشت، ملای آسر کشت و همچنین اضافه تر از 8 سال ملا برادر به پشت میله های زندان نگاه کرد، اونقدر ملا برادر به رسیمان بسته کرد و اونقدر دار داد که به هیچ انسانی، یعنی اعمالی را که آیسای پاکستان به ملا برادر انجام داد تا 8 سال حبس حتی به حیوانات کسی نمیکنه. چرا تغییر و توهین کرد که من خجالت میکشم؟ آقای سیدی امی پیش من سوال بود، میشه پرسان کنم که چی دلیل بود؟ طالب طالب است، همیشان در دامان پاکستان پرورش یافته بود، چرا این گروه را ظلم کرد سرش؟ آیسای بی فکر بود که ملا برادر بالاخره با حکومت افغانستان تفاهم میکنه، روی نرمتری داره، افراطی نیست، از آیسای از سوراخ ها و از خانه آیسای تولد زایده نشده، بلان این بالاخره به افغانستان مراجم کنه. از خاطر توحید و تغییری که به ملا برادر شد هیچ انسانی نمی کنه. همه طور بوده، باش آقای سیدی بزرگ، همه طور بوده ملا برادر واقعا گرایش داره، واقعا احساس ملی داره، افغانی واقعی است از دید شما؟ بله من به یقین هستم که داشته و داره، با اون خاطر رو بندیشتم. همچنین آقای عباس استانکزی به این خاطر قرار بود که جمله اشخاصی مهم بود که اگر معاون رئیس الوزراء نباشد وزیر خو میشد، اما فیض حمید رئیس آیسای که آمد که کابینه را به کابل بسازه کوشش کرد که عباس استانکزی هم در سطح پایین ببره که معاون وزارت خارجه شد. بنان حالا ملا برادر، ملا یعقوب، عباس استانکزی و یک تعداد کسای دیگه اینا یک تیم هستند. اینا خیلی علاقه مندی به پاکستان ندارن، علاقه مند هستن که با هند با کشورهای دیگه رابطه داشته باشن، اما حامیان حقانی یعنی گروه حقانی سراج الدین حقانی و کسانی که مربوط به حقانی هستند اونا پیوندی ناگستنی به آیسای پاکستان دارن و کسانی هم که در امر بالمعروف ماموریت دارن اینا هم زاد و ولد آیسای هستن، یعنی به گروه حقانی نزدیک هستن. بنابراین این تضادها بین از اونا وجود داره، ولی تا هنوز این تضادها با وجودی که به همه جانبه است، ویسی است، یعنی باز تکرار میکنم ویسی هست، همه جانبه است، ولی باز هم گاه و بیگاهی قواتی در پاکستان وجود داره که یکی به این طرف و اون طرف کش کنه. برسون از این مخالفت یک حقیقت است و هیچ کس نمیتونه از اون برکش. آقای سیدی خیلی دیگه علاقه مندی و گرایش خود نسبت به گروه ملا برادر و ملا یعقوب افغان ها باید داشته باشه چون احساس ملی دارن، چی فکر میکنین یا میگن نه کلبانه نه کدو خاک بساری عبدو؟ ببینین در طول همسایه های ما هندستان در طول تاریخ با افغانستان بعد از استقلال افغانستان و استقلال هندستان روابط نیک، انسانی، حسنه و کمک های اقتصادی و سیاسی بیالاشانه ای داشته و همیشه حکومت هند با حکومت افغانستان سیاست کرده، روابط داشته، دوستانه بوده.
همین لحظه اضافه تر است 7000 محصل شما به هند به طی 20 سال آخر تحصیل کرده به تحصیلات اونی کرده. بله. اما پاکستان همیشه با حکومت افغانستان سیاست نکرده، با اشخاص افراد داشته، اجن داشته، جاسوس داشته، مزدور داشته، به جنگ های نیابتی رو ادامه داده. بله. تفاوت بین سیاست پاکستان و هندوستان این است که به خدمت شما گفت. آقای سیدی فکر میکنین آیسای در این قسمت خاموش مینشینه که بگذاره که یک گروهی از طالبان گرایش به این به دشمن دیری نشان نشان بده؟ خاموش است که نیست. طالب دو دفعه غیر مستقیم به جان ملا یعقوب حمله شده. آیسای تا روز به آرام شسته نیست. آیسای حتی روابط دیگه کوشش میکنه به طرف خطر و از کشورهای دیگه برصورتش این مشکلات وجود داره، ولی اونا بازم تکرار میکنم که هیچ وقت فراموش نمیکنه پسر ملا مدعومر که قاتل پدر من آیسای پاکستان است و هیچ وقت فراموش نمیکنه ملا برادر که 8 سال به توهین و تحقیر، توهین و تحقیری که حتی شما تصویری ببینید زنجیرا به گردن ملا برادر اونا دو نفر از آیسای که اونا اونا رتبه جنرالی دارن کشف میکنن. پیامد آخر از این مسئله چی خواد شد؟ دو ابر قدرت، دو کشوری که سالای اتمی داره، ما بیچارا در بینش، یعنی ملا یعقوب و ملا برادر. ما ببینید ملا برادر هرگز فرم ملا برادر خو آیسای یا پاکستان از زندانی الان نکرد، ظلمه خیلی زاد آمد بزور امریکا و ریالا کرد، یعنی به اشاره امریکای علا شد. خود ملا برادر ممنون پاکستان نیست به این صورت. اما این مسئله اوکراین روسیه واره نخواد شد که جنگ بین هندوستان و پاکستان در بگیره و با نه ملا برادر ملا یعقوب شبکه اقانی شوه؟ نی دو صد نیست، دو صد نیست، ولی این یک بازی است. مثلا میتونن که ملا برادر ملا یعقوب به پاکستان بگوین که اگر شما به ما در گذشته پشت کردین کسی هست که ما رو بغل کنه. ملا شاهین در کدام قسمت قرار دارم؟ شاهین گفت که ما با کشورهایی که صد یکی دیگه باشه رابطه نمی داشته باشیم. اون مخالفت خود با گرایش نشان دادن و تمایل نشان دادن با هندوستان کرد. این گروه دیگه حالا در کل چند گروه هستن اینا؟ آقای سوهیل شاهین آدمی خوردیه. نماینده طالبان در ملل متحد مقرر شد، اونا قبول نکردن دیگه. در سطح وزیر و کابینه نیستم چی تب سر کنم بیاد. شکر آقای سیدی. یک مسئله دیگه هم که خبر روز شده، این سفر دکتر عبدالله که بالاخره بعد از یک مدت نظربند طالبا به هندوستان سفر کرد و گمان زنی ها به این بود که میره زن و فرزند خودم میبینه، بعضی هم به این عقیده بودن که نمیره با مقامات هندی میبینه، که بعد از اوی مسئله آمدن هیئت هندوستان به افغانستان شد و حال اوازهای سر چوک است که دکتر صاحب عبدالله پس میای افغانستان. شما که مسائل موشگافانه تعقیب میکنه، نظر شما چی است؟ از دکتر عبدالله وقتی که به هندوستان رفت گفته شد که با یک ضمانت رفته که من پس میایم، یک حتی یکی کی ضمانت بود من نمیدونم. و در ضمن ازی در روزهای اول آوازه بود که دکتر عبدالله پس نمیایه، اما وقتی که نماینده امریکا یک هفته پیش با هندوستان به دکتر عبدالله دید، با دکتر عبدالله دید روی موضوعات گپ زد، علیحدی رفت به هندوستان. بعدا از طریق رسانه ها بعضی ژورنالیست ها گفتن که دکتر عبدالله به زودی به کابل میاد. من به عقیده هستم، به عقیده هستم که اگه دکتر عبدالله پس میاد، به امید، به امید وفاداری و هدایت نماینده امریکا پس میاد، نه به اختیار خود. بله. و اظهارات آخر کرزایی که مخالفت خود با اجاب اجباری از طرف طالبا بالای زنا بیان کرد که اسلام چنین چیزی را نگفت، حرفایشان مغایرت داشت با نظرات طالبان. فکر میکنین آگانه ای را زدن؟ جناب کرزایی حال رئیس جمهور نیست، نمیگم سخت بگم، جناب کرزایی سالیان زیادی به حمایت طالبان، طالبان را برادر گفت، بسیار تلاش کرد که طالب، بسیار کسا را از حبس رها کرد، خیلی خدمت کرد به طالبان. اما طالبان با وجودی که در افغانستان بود، یک موی سفید بود آقای کرزه، یک آدمی با نام و 13 سال رئیس جمهور بود، همین او را نماندن که در سفری امارات بره به خاطر جنازه یا فاتح اشتراک کنه، یک نحوی او را توهین کردن. و به این روزا آقای کرزه یکان گپ گفته میزنه، اما ایکی چقدر آقای کرزه این گپایش از دل و جان است و چقدر زهارارویی دیگه نمیدانم. زهارارویی به عقل باری گردن میشود، هر که را مغز است در سر حاجت مندیل نیست. بسیار الله. با از طالبان چی گله دارین که یک مالدار برده در جریان اسیر گرفت، اسیرها را سر زدن، از لحاظ قوانین بین المللی حقوق بشر سر بریدن اسیر درست است؟ من از طالبان گله ندارم. اکثری از طالبان سواد کافی نداره. دوم، همیشه به کوه و دشت بودن، مکتب نخوندن، با زنها ضدیت دارن، خصلت و اندیشه قبیلوی و یعنی قرون وسطایی دارن،
کسی که کسی رو حلال میکنه سر میبره، کسی که اسیر جنگی رو میکشه به حقوق بشر باور ندارم، من چی گله کنم؟ من از آدم گله میکنم، از انسان گله میکنم، از آدم کش و قاتل گله نمیکنم، گله هم ندارم. بله، جناب احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان و استاد دانشگاه کارشناس مسائل ملی و بین المللی، بسیار تشکر از وقت گرانبهاتان که در اختیار ما گذاشتین. ممنون، زنده باشین سیدی سیم.